آتوس میدونی نزیز من نفر از این که من سلام بکنم و خوش آمد بگم از سر بودم من بلنده تیتر سخنرانی رو رفقا وقتی از من خواستم من خیلی سریع تو ذهنم به حال چیزایی بود گفتم زنان از سیواکن تا امروز بعد متوجه شدم که خب روشن نیست این قضیه فکر میکنم البته رفقا خودشون متوجه شدم منظورم زنان تو تو عرصه‌های سیاسی و اجتماعی فعال میشه گفتم این توضیح بدم و اگر من وضعیت زنان تو جامعه فکر کنم همه میدونیم زیاد احتیاج به تکرار تو اینجا نیستش من سال هاست دارم فکر میکنم حتما خیلی از شما هم فکر میکنید که علت چیه که توی ایران با وجود این همه مشکل با وجود این همه ستم، استثمار، سرکوب، جنایت هر چی که هست چرا سازمانی شکل نگرفته چه جنبش زنان چه جنبش کلم عمومی سیاسی چرا اصلا تو زمان شاه تونستش یه همچین سازمانی شکل بگیره بیانه من سعی میکنم امشب اون پاسخی که یکی از پاسخهای ممکنه این چیزی که به نظر من میرسه بگم و میبخشید خیلی جاها رو خب میشه پیش بیشتر بحث کردن مجبور به خاطر کمبود وقت باید اشاره کنم بگذارم ببینید تو تاریخ مبارزات ایران زنها تقریبا از مشروطه همیشه نقش داشتن ما این رو میبینیم تو مبارزات مشروطه میان شرکت میکنن از تشویق مردم به مبارزه گرفته تا کارهای پشت جبهه حتی شرکت مبارزات مسلحانه حضور دارن بعدش میان مدارس تأسیس میکنن مطبوعات تأسیس میکنن و انجمنهای مختلف من میگذرم از این سری میام دوره یه قسمت به اینکه خیلی برجسته میبینیم نقش زنان تو عرصه سیاسی و اجتماعی دوره 1322 که باز تو این دوره تشکلهای دموکراتیک زنان شکل میگیره و میدونیم که حزب توده خیلی نقش داشته تو اینا عمدتا این تشکلات بودن تشکلات مستقل ولی این تشکلات خب میدونیم که مخصوصا این تشکل دموکراتیک زنان اگه اشتباه نکنم اسمش بود که حزب توده به وجود آورده بود ولی تو این دوران باز یه مقداری وابستگی‌های خانوادگی و اینا نقش داره تو اینکه زمان چقدر چه مناسب یا پوست‌های یا رده‌های سازمانی یا هر چیز بشه می‌ذاریم به دست بیارن اتفاقی توی سیاکن می‌افته من قبل از اون دهه چهل هم که خب واسه من مجبورم خیلی تو بره گفتم بیسته تو در اصلاحات ارضی میبینیم که یه مناسبات سرمایه‌داری تسلطش به جامعه شتاب بیشتری میگیره این باعث میشه تغییرات تو جامعه به وجود بیاد از جمله تغییر تو وضعیت زنان از این دوره به بعد نقش زنان تو بازار کار تو عرصه تحصیل و آموزش برجسته میشه من چند تا آمار کوچیک بگم مثلا تو سالای 45 که اشتغال زنان 7.9% تقریبا بود تو 55 به 13.26% میرسه همینطور همپای اون تغییرات تو قوانین کشور به وجود میاد یا اینکه مثلا میزان باسوادی زنان که تو سالای 35 8% فقط بودش تو 45 13.9% میشه تو 54 35.5 تقریبا دو برابر میشه و تعداد زنهای تحصیل کرده و باید تحصیل دانشگاه تحصیل عالی دارن هم بیشتر میشه این وضعیت ایران از اون طرف جهان تو چه وضعیت سر میبره ما میبینیم که تو جهان در واقع دوران آشوب‌ها، تلاطمات، شورش‌ها، انقلاب‌ها، جنبش‌های ضد استعماری و استقلال طلبانه هستش تو کوبا مردم ویتنام هستن، جنبش‌های استقلال طلبانه تو آفریقا هستش، مبارزات جنگی مسلحانه تو آمریکای لاتینه، جنبش مقاومت مردم فلسطین تو خاورمیانه تو اوج خودشه، تو زوفار جنگ تو ترکیه سازمان‌های مارکسیسم به مبارزه مسلحانه روی میاره تاکتیک تبلیغ می‌بینیم که شروع میشه پیوستن زنان به سازمان‌های چریکی. ما حالا اینجا به طور خاص دارم راجع به چریکی‌های فدایی صحبت می‌کنم. و تعدادشون مرتب تا سال 57 ما می‌بینیم اضافه می‌شه. تفاوتش اونجا که من گفتم راجع به حزب
سالهای 30 تا 32 تفاوتش اینجا اینه که این زنها دیگه بر اساس وابستگی های عاطفی خانوادگی و اینا نیستش که به این مبارزه میپیوندن. این زنها در واقع بر اثر آگاهی انتخاب هستش که به این مبارزه میان و شایستگی خودشون هم به این نشون میدن، به طوری که ما ببینیم که هم تعدادشون اضافه میشه و حتی رهبری میبینن تو رهبری سازمان ها تا سال 57 مگر اشتباه نکنم جای آمارگی رو بردن حدود 40% اعضای سازمان رو رفقای زن تشکیل میدادن. ما حالا این رفقای زن رو نمیتونیم جز فعال جنبش زنان اسم ببریم چون مبارزشون برای خاص در رابطه با حقوق زنان نبودش، ولی واقعیت اینه که مبارزش تاثیر بسیار زیادی روی زنان داشتش. من خودم عنوان یه دختر جوان یادمه که ما سال 57 از شنیدن داستان زندگی اینا و حتی دیدن اینا تصور اینه که همچین رفقه میتونه کنامشه چقدر به برش میبادن و اعتماد به نفسی به ما میدادش. از این نظر نقش داشتن تو کشوندن زنان به مبارزات سیاسی و فعالیت های اجتماعی. طبیعه بود خب تو دوره هنوز مسئله فمینیسم آگاهی زنان اونجوری تو جامعه ما رو نکرده بود و وجود هم نداشتش. تو مقطع قیام میبینیم که زنهای زیادی بید دختران جوان زنهای زیادی به مبارزه میپیوندن، ولی توی انقلاب 57 مشخصا زنان با مطالبات خودشون نمیان توی عرصه شرکت توی انقلاب و اعتراضات خیابانی، ولی خیلی زود ماهیت این رژیم جدید رو که میره که حاکم بشه درک میکنن. از این روی این زن ها میان بجز پیوسته به سازمان های سیاسی خودشون قالب تشکلات و انجمن ها و سازمان های مختلف زنان شکل میدن. بعضی از اینا مستقل بودن، بعضی ها مدرسی به احساب و سازمان های سیاسی بودن. باز هم حتی تو جایی هم که به نظرم مستقل بودن مبارزات زنان باز تحت شعار اون خاص های عمومی سیاسی مثلا و یه مثال بزنم اتحاد ملی زنان که اون موقع فعال بود خیلی فعالیت میده تو راستای طرح مطالبات زنان و دفاع از حقوقشون، ولی مثلا اون خط ضد امپریالیستی که اون موقع حاکم بود بر کل مبارزات جامعه تو اونم پیش میرفت جاهایی به هر حال اینجوری حالت به هر حال مسئله ای بود که تو مبارزه در نظر میگرفت مد نظر میگرفت به این شکل به این صورت. به هر حال مسئله زنان هم تو اون زمان یکی از ده مسئله روز بودش. خیلی همون هم فکر کردیم مشکلات هم میشه مسئله زنان هم حتما با اون هم خواهد شد. به هر حال تو دهه 60 با سرکوب خمینی که سازمان های سیاسی میشن این تشکلات زنان هم در واقع منحل میشن، چون که بسیاری از اعضا و فعالین اونا رو و بنیانگذار میشن واقعی زن چپ تشکیل داده بودن و اینا به خاطر اون فعالیت سیاسیشون مجبور بودن که فعالیت تو قالب تشکلات زنان رو تعطیل بکنن یا نرن یا چیز بکنن، ولی میدونم که حتی اگر اینطور هم نبود به هر حال رژیم اجازه نمیدن این تشکلات هم به وجود خودشون ادامه بدن. ما بعد با یه دوره همراه با سرکوب سازمان سیاسی با یه دوره سکوت ببینیم. خیلی از زنان زندان رفتند، یه عده مجبور شدن به خارج از کشور فرار بکنن و یه عده یه تو جامعه موندن به هر حال خاموشی گرفتن که خود به حال همه جا حاکم بودش. تا دهه 70 که تقریبا ما با یه رکود فعالیت سیاسی تو همه جنبه ها ما رو به رو هستیم. تو این دوره خب رژیم خیلی کوشید که حجاب رو اجباری بکنه، کوشید که زنها رو با ممنوعیت از تحصیل تو برخی از رشته‌ها ورودشون به دانشگاه ها رو محدود بکنه، سعی کردش با یه سری قوانین مخصوصا بعد از پایان جنگ زنان رو از عرصه کار بیرون بکنه و خانه نشین بکنه، ولی خب زنان نشون دادن با مقاومتشون و حفظ کردن این سرگرهایی که داشتن حالا حجاب رو اون شکل ولی کار و تحصیل اینا رو سعی کردن که مقابله بکنن. من اسمش بیشتر میذارم راست بکنن. وجود دارن این زنهای رادیکال، زنها پتانسیل زیادی برخوردارن برای اینکه خیلی تحت ستم، مثلا مشکلاتشون خیلی زیاد هستش و
فقط باید راهکار مناسب رو پیدا کنیم. به این دلیل وظایف بسیار زیاد و بسیار دشوار البته هستش. من فقط میتونم تو مقایسه کوتاهی جمله آخر بگم بین زنان سیاهی و زنانی که امروز عنوان فعالان جنبش زنان مطرح هستن بگم که زنان سیاهی برای برپایی دنیای عادلانه تر زیباتر برای همه برای هم نسل خودشون و برای نسل آینده مبارزه کردن از تو اینا برای از نسل جونشون در این نکردن ولی این زنان در واقع فقط در خدمت تحکیم قید و بندی هستن که به دست مردم هستن وجود دارن این ها این زنان کنومی اصلاح طلب در سوی تاریخ پس رونده به نظر من ایستادن و اون زنهای سیاه که حتی اگرچه 45 سال پیش از این بودن در جالب تاریخ پیش رونده مترقی و افق روشن به نظر من گرفته بودن به این دلیل بسیار پیش رونده مترقی تر این طیف از زنهای امروز هستند.